سلام علیکم. تو این ویدیو که قراره تا آخر با هم ببینیم کلی ترفند و کارهای باحال براتون آماده کردم که میتونید با چت جی پی تی انجام بدید. البته که همه اینایی که میخوام بهتون بگم رو گوشه ذهنتون بچه‌ها نگه دارید، چون میتونید با هوش مصنوعی های دیگه هم هر کدوم حالا را دستتونه یه تستش بکنید و انجامش بدید. ترفندامون هم از گرفتن برنامه رژیم و ورزش هست تا مدیریت زمان و سبک زندگیتون. من بهزادم، اینجا زومیته، جایی که سالهاست پاتوق عاشقای تکنولوژیه. برو به شماره 1، برنامه ریزی رویدادها. هوش مصنوعی میتونه خوراک برنامه ریزی رویدادهای بزرگ باشه، مثل هماهنگی، کنفرانس یا مراسم عروسی و نمیدونم این داستانا. ما با چت جی پی تی تونستیم بچه‌ها برنامه‌های دقیقی واسه رویدادهای چند روزه در بیاریم. همه مواردی هم مثل شرکت کننده‌هاش، زمان انتقال، جلسات، شام و فعالیت‌های مختلف رو میشه از دلش درآورد به اصطلاح. فقط کافی نیازاتون رو بهش بدین. میخواد حالا فارسی باشه یا انگلیسی نه فرقی نمی‌کنه و ازش بخواید بهترین برنامه‌ریزی رو بهتون پیشنهاد بده. چت بات هم میگه چشم و بهترین برنامه رو بهتون ارائه میده. شماره 2 لیستمون اولویت بندی کارا و فهرست بندیه. همه هم مشغله داریم، فرق هم نمی کنه، نمیدونم چه کاره باشیم، حالا کارمند باشیم، نمیدونم دانش آموز، دانشجو، فرق نمی کنه. چت جی پی تی میتونه تا حد زیادی به ما کمک کنه. من از چت جی پی تی بچه‌ها همیشه کمک میگیرم، فهرست کارامو بهش میدم، اولویت بندی رو مثلا بهش میگم، راه حل ازش تحویل میگیرم. فقط میگم باید دقیق و کامل و شفاف توضیحاتو بهش بگید تا بهترین نتیجه رو بگیرید. اگرم خواستید بهش بگید نمیدونم مثلا چک لیست براتون درست بکنه تا مرحله به مرحله با بیشترین بهره وری کاراتون رو جمع بکنید. شماره 3، خلاصه کردن مقالات طولانی. بچه‌ها این خیلی باحاله. اگه یه مقاله بلند قرار رو بخونید، وقتم ندارید، اصلا حوصله‌اش رو ندارید، بسپاریدش به چت جی پی تی، اون براتون میخونه، خلاصه‌اش میکنه، میده خدمتتون. خوبش اینه که نکات کلیدی مقالتون هم بهتون میده و تا حد زیادی دقیق و کامل هم هست. البته کوپایلت ویندوز هم از این خفن‌تره، اونو تو یه ویدیو جدا بهتون میگم. شماره 4، ایمیل، اسناد حرفه‌ای و تصحیح متن. یه کاری که همین کیوان خودمون انجام میده اینه که از چت جی پی تی کمک میگیره و متن رزومه هایی که میخوایم ثبت کنیم و پیشنویس ایمیل هاش و اطلاعی های رسمی بین خودمون رو میده تا حد زیادی چت جی پی تی براش انجام بده. واقعیتش هم اینه که انجام دادن این کارا خیلی زمان بره و اینا خب میدونید اینا خیلی خوب چت جی پی تی انجام میده، کارا در میاره. اینش خوبه که حتی میتونید بهش بگید توی متن چه حس خاصی رو میخواید به گیرندتون انتقال بدید. خیلی مهمه این. بالاخره همیشه که ما نمیخوایم جدی باشیم، شاید یه وقتایی بخوایم یه چیزایی رو در قالب فان، نه متن یکم بامزه طور، در حالت جدی مثلا تاثیر نمیذاره، بخوایم با حالت طنزآمیز و شوخی بهش بگیم. اگر هم متن و اسنادتون از قبل آماده است و فقط دنبال این هستید که ترتمیزش کنید، نمیدونم اصلاحش بکنید و اینا، اونم میتونید بسپارید به همین دوستمون. از نظر قواعد املایی، نگارشی و حتی نقطه گذاری هم تاثیر میکنه براتون چت جی پی تی. شماره 5، برنامه‌های غذایی و باشگاه. اگه میخواید رژیم خاصی بگیرید یا برنامه غذایی ازش میخواید، کافیه اراده بکنید بهتون میده. یا اگه کلی مواد غذایی توی یخچال دارید، نمیدونید با اینا مثلا چی درست بکنید و میخواید از اون چه گذشتیه، نمیدونم جغول بغولی دیدم چی میگن دیگه، خلاصه اینجور چیزا درست بکنید، خلاصه چت جی پی تی اینجا به کارتون میاد. کافیه موادی که دارید و بهش بگید و کار در میاره. اینش واقعا خوبه، حتما تست بکنید. مثلا نهار امروز هم همین بود والله. اگر هم اهل ورزش باشید میتونید سبک زندگی و مشخصات فیزیکی مثل قد، وزن، سن، جنسیت و اینجور اطلاعات رو بهش بدید تا برنامه تمرینی دقیق و موثری رو به طور خاص برای شما ایجاد بکنه. شماره 6، پیدا کردن ایده. واقعیتش رو بگم بچه‌ها، برای پیدا کردن ایده مخصوصا برای ویدیوهای یوتیوب، تیتر، کاور، همه چی، چت جی پی تی واقعا خوبه. مخصوصا نسخه 4 که به دال ای مجهزه، میتونید ازش بخواید برای ساخت ویدیوی خلاقانه در مورد آموزش فلان قابلیت اندروید مثلا بهتون ایده بده، سناریو بده، رو تیترش کمکتون کنه، یا اصلا یه کاور براتون طراحی کنه، دیگه چی میخواید. اگر ازش درخواست کنید تا آمار و ارقام یا حقایقی رو در مورد موضوع خاصی بده، هم این کارو بهتون میکنه، به بهترین شکل هم انجام میده. دیگه لازمی ساعت‌ها برای پیدا کردن همچین اطلاعاتی در سیل نتایج جستجوی گوگل قوطه‌ور بشین. جمله سنگینی گفتم خلاصه آقا یه سرراست بهتون جواب میده، همین سرراست اون جوابی که میخواد بهتون میده. ترجمه متن که شماره 7مون میشه بچه ها، یکی از قابلیت‌های خوبشه. متن رو بهش میدی، زبونم میگی، کار تمومه، تا حد زیادی هم دقیق و خوبه، حداقل از ترنسلیت که بهتره. اگه بخواید تصمیمای درستی بگیرید، چت جی پی تی خیلی بهتون کمک بکنه. مثلا نمیدونم
وقتی که تو موقعیتی که مثلا تو دو تا راه گیر کردی از چت جی پی تی میتونی بپرسی که آقا مثلا زومیت سابسکرایب بکنم یا نه، خب قطعا میگه اون دکمه سابسکرایب قرمز رو بزن و این ویدیو رو لایک کن که خیلی دمت گرمه. حالا جدا از این قضیه، شماره 8 مون میشه ورود خودکار داده ها به برنامه ها. شاید باورتون نشه که چت جی پی تی میتونه تو پر کردن داده های مربوط به صفحات اکسل و غیره هم خیلی به شما کمک کنه و این اطلاعات رو به طور اتوماتیک و در کمترین زمان ممکن به صفحه مورد نظرتون وارد کنه. آقا فکرشو بکن قرار باشه 1000 یا 10000 رکورد جدید به یه جدول اکسل اضافه بکنی، اینا رو میتونی با چت جی پی تی به راحتی انجام بدی یا حتی ازش فرمول مربوط به کاری که میخوای انجام بدی و بگیری و کارتو راحت بکنی. شماره نوع لیست ما مقایسه محصولات و پیشنهادهای مشابهه. چرا راه دور بریم؟ اگه فیلم باز باشی و مثلا چه میدونم از فیلم اوپنهایمر خوشت اومده، بهش میگی که آقا این فیلم خوشم اومده، مثلا تو این سایت بازم معرفی کن، یا فلان کتابو خوندم حال کردم، یکی مثلشو بهم بگو یا خلاصه ازشو بهم بده که مطمئن بشی که مثلا اونیه که میخوای. اگه بین این دو تا لپتاپ یا مثلا گوشی گیر کردی، حالا جدا از این که ما خودمون صفحه محصولات داریم که میتونی همه چی رو مقایسه بکنی، قیمتا رو ببینی و عکس و مقاله و همه چی تکمیله، از این بابا هم میتونی استفاده بکنی. حالا شما هم تو کامنت ها بگید که آیفون 15 پرو مکس یا S23 اولترا. میرسیم به مورد آخر لیستمون، اونم تقویت هنر سخنرانی. آقا چطوری؟ عین کره میمونه لامصب. بهش بگید میخوام نمیدونم راجع به فلان موضوع حرف بزنم، نقل قول و ضرب و مثل میاد به تو پیشنهاد میده. حالا با خودتون میاد دو تا چهارتا میکنید که آقا مثلا من از این استفاده کنم نکنم، کجا استفاده کنم بهتره. میتونید به ما بگید که اگه ازش استفاده کردی از این قابلیتش چه تجربه‌ای داشتی. دوست دارم نظرتون داخل کامنت ها بدید. مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودید. فکر میکنم ویدیوی مفیدی بوده باشه، من خودم اینجوری اسم میکنم، اما شما هم دوست دارم نظرتون داخل کامنت ها برام بنویسید و اینکه اگر از چت جی پی تی استفاده میکنید به هم بگید که توی چه بخشی بیشتر از چت جی پی تی استفاده میکنید، توی کدوم بخش بیشتر تونسته بهتون کمک بکنه. دمتون گرم، مراقب خودتون باشید، حرف دیگه نمونه. خیلی مخلصیم.